بابا سکته قلبی کرده. تو خجالت نمیکشی؟ اینا چه حرفاییه که به خواهر زنت میزنی؟ پس عشق، منیت و خودخواهی تو آخرش شکست داد. من بهت بردم زینب، من شکستت دادم، شکستت دادم. از من خوشت نمیاد زینب؟ یا یکی دیگه میبوسی؟ کوئی چاند رکھ میری شام پر. اعتراف میکنم که هیچ علاقه ای به رباب ندارم، نه به خودش، نه به وجود بیرنگ و بدون جذابیتش. من فقط تو رو میخوام، فقط تو، فقط تو. این ابرار یه دفعه کجا رفت؟ صداش کنید، ما هم زحمت رو یواش یواش کم کنیم. نمیدونم کجا رفت. مامان، داداش، حال بابا یه دفعه خراب شده، تو رو خدا زودتر بیاین، بیاین. چی شده؟ خدایا رحم کن. بابا، بابا چی شده؟ چی شده؟ رباب معاینش کن لطفا. الان چک میشه. چی شده؟ چی شده؟ ابرار چی شده؟ روبا نبض بابا خیلی ضعیف شده، باید فوراً ببرمش بیمارستان. منم میام بیمارستان. زینال پسرم برو ماشینو بیار، من خودم میارم. چشمش، الان ماشینو میارم. بلندش کنید ببریمش. من با آشون میرم، تو مراقب مامان باش، من با بابا میرم. بارون بیاین، بیاین، من دارم میرم، مراقبشون هستم. سریا حواست به مامان باشه. آروم بیا بشین گوشن جان، بیا. وای خدا چی شدی؟ نمیدونم. بابا همیشه فشار داشت ولی هیچ وقت اینطوری نشده بود. نمیدونم، الان مشکل دیگه ای. وای خدا نکنه، خدا به خیر بگذرونه. خدایا خودت نجاتش بده. زینال. بله. بابا سکته قلبی کرده. چی؟ وای خدا، الان حال بابا چطوره؟ باید 24 ساعت تحت نظر باشن، نه فشارش خوب شده نه نبضش. الان باید بازم آزمایش بگیرن تا بفهمن. وای خدا، من میرم ببینمش. نه، الان اجازه ملاقات نداره، شاید یکم بعد بتونی. دخترم چیز خطرناکی که نیست. دایی دعا کنی نباشه. خدا رحم کنه. مامان نگران نباش، همه چی درست میشه. دایی شما اگه میخواین برین خونه من بهتون خبر میدم. نه 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 دخترم، من همینجا راحتم. پس بشینین. آره، اعتراف میکنم که هیچ علاقه ای به رباب ندارم، نه به خودش، نه به وجود بیرنگ و بدون جذابیتش. من فقط تو رو میخوام، فقط تو، فقط تو.
بی‌اعتنایی و بی‌محلیت داره منو می‌سوزونه نیایش. راحتم کن، حالم خیلی بده، منو نجات بده. بابا حالت چطوره؟ انگار یکم بهتری. فکر کنم این مدت برای عروسیم خیلی استرس کشیدین. آرباب جان، جان بابا، دخترم یه حرف مهمی با زینان دارم. صحبت کنین، من بیرون میشینم. خب کاری بود صدام کن. بله بابا. تو خجالت نمیکشی؟ اینا چه حرفاییه که به خواهر زنت میزنی پسر نفهم؟ چیزایی که شنیدم و دیدم خیلی حالمو به هم ریختن. یادت رفته این روابط چقدر مقدسن؟ چی تو تربیت تو کم گذاشته بودم که بخوای همچین کاری بکنی؟ تا عمر دارم باید من ذره ذره شرمندگی بکشم، قطره قطره عرق شرم بریزم. بابا سوی تفاهم خفشو. هیچ سوی تفاهمی نبوده، دروغ نکو. از این چپ برا اینجا چی کار میکنین؟ وضعیت بیمار وخیمه، شما هم که به گریه انداختینشو استرس بهش میدین. اگه بلایی سرش بیاد مسئولیتش با کیه؟ از دست همین میمیرم. وقتی مردم بشین یه عمر زار بزن و کفاره گناه تو بده. خدا نکنه بابا. ساکت شو. ببخشید، بفرمایید، بیرون منتظر باشید. شما آروم باشین، همه چی درست میشه. ببخشید بابا. نفیسه، بیماری ابرار حسابی منو ترسونده، خیلی نگرانم. دعا کن زودتر بهتر بشه برگرده خونه. همینه دیگه اسد، بدبختی هیچ وقت تنها نمیاد، هزار تا چیزو با خودش میاره. هنوز وضع خونه خودمون سامون نگرفته، همین که رباب رفت خونه شوهر اوضاع اونجا رو هم به هم ریخته. حرفی رو زدی که دوست نداشتم از کسی بشنوم نفیسه. مریضی ابرار چه ربطی به رباب داره؟ چرا حرف بی خود میزنی؟ وقتی چیزی سر آدم بیاد رو بقیه یه چیزا هم اثر میذاره. الان ببین، به خاطر رباب. این چه حرفیه؟ یه لحظه دخترت نیایشو بذار جای رباب و فکر کن، بعد ببین چقدر نظرت عوض میشه. خوبی آدم بعضی وقتا براش درد سر میشه. ببخشید خانم، آقا امیر از صبح هیچی نخورده، منم که گفتم دعوام کردن، از صبح تو اتاق حبسن. یا خدا، حالا چی کار کنم؟ این پسر منو به چه روزی انداخته آقا اسد؟ تو که این خیالت نیست، حتی اگه بچه هامون به جهنمم برن بازم تو فکر و ذکرت فقط پیش اون خواهرزادته. اسد، اسد، پس عشق منیت و خودخواهی تو آخرش شکست داد. من بهت بردم زینال. من شکستت دادم.
نیایش؟ نیایش این چه کاریه که میکنی؟ آخه میدونی این راهی که توش قدم گذاشتی آخرش چیه؟ اصلا میدونی داری چه مسیری رو میری؟ آخه چرا زندگی همه رو به هم ریختی؟ چرا اینقدر خودخواه شدی؟ هیچ میدونی این راهی که داری میری هیچ برگشتی نداره؟ آخرش خیلی خطرناکه. چرا اینقدر خودخواه شدی نیایش؟ چرا اینقدر خودخواه شدی؟ مثلا باید چی کار میکردم ها؟ خب چی کار میکردم؟ زینال برای این که منو کوچیک کنه با خواهر خودم ازدواج کرد. اون ربابی که فکر میکنی مظلومه، همون رباب آرزوهای منو به باد داده، منو نابودم کرده. بعد داری میگی من خودخواهم؟ من؟ خوب گوش کن زینال، فقط مال منه، نمیذارم مال کس دیگه ای بشه. خوب گوشاتو باز کن. داری درست میگی، اول آخرش باید بهشون میگفتیم. حالا گوش کن، اگه ناراحتی میتونیم بریم بیرون یه جا همو ببینیم، بهتر میشی. الان نه عزیزم، حال بابا بهتر بشه بعدن با هم میریم. باشه، راست میگی، باید اعتماد آقا ابرا رو جلب کنیم. بعدم که میدونی وقتی این حرفو به آقا ابرا بزنی رباب دیگه برمیگرده و منم میام پیشت. اون روز قشنگترین روز زندگی میشه نیایش، وقتی که تو بغلم باشی حتی فکر ربابم به سرم نمیزنه. منتظر اون روز میمونم. رباب؟ سلام. علیکه سلام. چی شده؟ چرا ابرو رو نمیارن تو بخش؟ میگن حال بابا هنوز خوب نیست، نه فشار خونش نرماله نه ضربان قلبش. آخه چرا؟ مگه چی شده که حال بابا یه دفعه اینقدر بد شده؟ دکترا میگن استرس داشته یا فشار روحی بهش اومده اینطوری شده. آخه مگه چه اتفاقی افتاده؟ نمیدونم، قبل ازدواج که حالش خیلی خوب بود، چقدر ذوق داشت، چقدر عجله داشت زودتر تموم شه. نمیدونم تو که اومدی چی شد، من که نمیفهمم. زن داداش زینال کجاست؟ اون همین چند دقیقه پیش رفت بیرون، ندیدینش؟ نه مامان. اینجا چه خبره؟ مگه نمیبینی چه خبره؟ برای چی خودتو ما رو آزار میدی امیر؟ ما اینطوری بزرگت کردیم، شاخ شمشاد شدی که تن مامان و باباتو بلرزونی و اینطوری عذابشون بدی پسرای بیشور؟ کی گفته ها؟ کی بهتون گفته که میخوام تنتونو بلرزونم؟ ببینین، نمیخواد برای من قصه بخورین و خودتون اذیت کنین. مامان بابا
وقتی داشتین برای خودتون بدون من تصمیم میگرفتین، هیچی، به هیچی فکر نمیکردین. هرانم نمیخواد نگران باشین. ازتون خواهش میکنم، تو رو خدا منو به حال خودم تنها بذارین، خواهش میکنم. اگرم ناراحتین از این خونه میرم، هیچ علاقه ای ندارم که اینجا باشم. نه پسرم، اینطوری نگو، اصلا حرفشم نزن، منو داری میکشی. چی بهت بگم آخه؟ همین حرفای تو مغز اینو خراب کرده نفیس خانم. دو روز بیرون باشه قدر عافیتو میدونه. برای اینکه بشینی برای عشقت ماتم بگیری هم باید شکم سیر داشته باشی پسر. ببین، از خونه برو بیرون، ولی برو دانشگاه، برگرد خوابگاه. فهمیدی چی گفتم؟ من از اینجا تکون نمیخورم. نه دانشگاه میرم، نه درسم رو تموم میکنم. به خودم این قول رو دادم. مامان، این قول منه، قول من. پسرم، بلدم به قولم عمل کنم. نه پسرم، بلدم. بس باشه، منم پسر سرکشی مثل تو رو اصلا نمیخوام. هر جا دوست داری گورتو گم کن، بعد ببینیم دو لقمه نون و یه پاکت سیگارو چطوری میخوای جور کنی. پر کردن جیب خالی بچه بازی نیست پسر، مرد میخواد، مرد میخواد. باشه، قبوله، این خواستتم عملی میکنم. شده تو خیابون گدایی میکنم، ولی دیگه پسر شما نیستم. او راستی جواب مردمم خودت بده. وقتی آدم ها پرسیدن پسر جوونه چرا از خونه رفت، چی میخوای بهشون بگی؟ چی میخوای بگی؟ بگو. یادت باشه بابا، عشقی که توی دل هست و مردم نمیفهمن، ولی قیافت، قیافت و مردم یادشون میمونه. خودت به مردم جواب بده بابا، بهشون بگو چرا پسرت از خونه گذاشت و رفت. نه پسرم، خواهش میکنم، نمیتونی بذاری و بری. جون مادرت قسمت میدم. تو چه مرگته؟ چی شده؟ نکنه دیوونه شدی؟ چرا همش به خانواده استرس میدی؟ برای رباب فرهاد شدی؟ نمیبینی حال مامان بده؟ برای چی اذیتش میکنی؟ آخه تو کی سر عقل میای بچه؟ کی سر عقل میای؟ همه رو داری عذاب میدی امیر، بسته دیگه. دیوونمون کردی. چی به سرمون اومده؟ خودتون رو ناراحت نکنین، دیوونه بازیش تمومی نداره. بیاین بریم دراز بکشین. जीने कोई सांसे मेरी लूटे मेरा चैना सुना लगे मनवा मेरा बुझने लगे नैना जैसे सितारा तकदीर हारा करता रहा इल्तजा कोई चांद रख मेरी शाम पर मेरा दिल जले الو. میدونی چقدر منتظر بودم زنگ بزنی؟ همه چی خوبه؟ اصلا خوب نیست. کلی مصیبت رو سرمون ریخته نیایش، انگار داره قیامت میشه.
چی؟ مگه چی شده که داری اینو میگی؟ بابام فهمیده من و تو با هم ارتباط داریم نیش. چی؟ وقتی فهمید انقدر شوکه شده که سکته کرده. اصلا امکان نداره. منظورم اینه که آقا ابرار از کجا با خبر شده زینای؟ خودم هم نمیدونم، ولی با هم دیگه حرف زدیم. الان رفته تو سیسیو. دارم فکر میکنم وقتی برگرده چی میشه. باشه آروم باش. چرا اینقدر نگرانی؟ بالاخره یه راهی پیدا میشه دیگه. یه راه حلی هست. نگران نباش. سر فرصت یه راه حلی براش پیدا میکنیم. باشه؟ یه جوری درستش میکنیم. خیالت راحت. چه خوش خیالی. دیگه نمیتونیم حتی تو چشم کسی نگاه کنیم. منظورت چیه؟ ما هیچ کار غلطی نکردیم زینال. برای چی میترسی؟ ما همدیگر رو دوست داریم. این اشکالش کجاست؟ خیلی خوب، باشه، قبول. یه شیطونی کوچولو داشتیم، ولی بالاخره یه راه حلی داره دیگه. یه جوری جمعش میکنیم زینال. من کنارتم، مطمئن باش. هرچی هم بوده، حقیقت الان اینه که رباب زن من و تو خواهر زن منی. اگه مردم از ماجرامون با خبرشن، تو صورتمون توفم نمیندازن. اصلا هم اینطوری نیست. تو صبر کن، حالا آقا ابرار خوب بشه میشینیم باهاش درست حرف میزنیم. اصلا هم قرار نیست یه کاری بکنیم که بشیم سوژه مردم. باشه، تو هم نگران نباش. من در هر حالی کنار تو هم زینال، بهت قول میدم. دوتایی با آقا ابرار حرف میزنیم و بالاخره یه راه حلی پیدا میکنیم. داری درست میگی. اول آخرش باید بهشون میگفتیم. حالا گوش کن، اگه ناراحتی میتونیم بریم بیرون یه جا همو ببینیم. بهتر میشی؟ الان نه عزیزم، حال بابا بهتر بشه بعدن با هم میریم. باشه، راست میگی، باید اعتماد آقا ابرار رو جلب کنیم. بعدم که میدونی وقتی این حرفو به آقا ابرار بزنی، رباب دیگه برمیگرده و منم میام پیشت. اون روز قشنگترین روز زندگی میشه نیگش. وقتی که تو بغلم باشی، حتی فکر ربابم به سرم نمیزنه. منتظر اون روز میمونم. میبینمت. خواهش میری آتش بنی، کیا کیا مگر سازش بنی، جینے کوئی سانسے میری لوٹے میرا چینا، سونا لگے منوا میرا بجھنے لگے نینا، جیسے ستارہ تقدیر ہارا کرتا رہا التجا. بابا چرا اینطوری نگاه میکنین؟ رباب دخترم، تو خیلی ساده و معصومه، ولی این دنیا همش فریب و حق بازیه. خیلی میترسم نتونی داخل حق بازی و این دنیا دوام بیاری. اصلا نمیتونم فکر کنم. خودم رو سبک کردم و بارم انداختم رو دوش تو. تحمل این سنگدلی رو ندارم دخترم. چی بگم اخی؟ چطوری بهت بگم؟ با صحنه‌ای که من دیدم، دیگه از تمام صحنه‌های دنیا بدم اومده دخترم. این روابطی که عین خون تو بدنمون میچرخن، بعضی وقتا میشن ما رو توی آستین عذاب نازل شده دخترم. بعضی وقتا اگه چیزی ندونی
برای تو خیلی بهتره. هر کسی نمیتونه دوام بیاره دخترم، اونم توی همچین عذابی، عذابی که از درون مرا میخوره. بابا چی دارین میگین؟ لطفا واضح با هم صحبت کنین. ببین بهم قول بده. چشم، بگین. قول بده که پایه های خونم رو حفظ کنی. بهتون قول میدم. بعدم یادتون نره فقط خونه شما نیست، خونه منم هست. حواسم حسابی به اون خونه هست، اصلا نگران نباشین. ولی بابا هر چی دلتون بخواد میتونین به من بگین، میتونین به هم اعتماد کنین. شما از چی اینقدر نگرانین؟ چی شده؟ بگین. سلام. سلام بابا جان. سلام ابرار، حالت چطوره؟ خوبی؟ خدا رو شکر انگار بهتر شدی. مامان شما چطورین؟ من که خوبم. این چه قیافیه برای خودت ساختی؟ آخه تازه عروس، باید اینطوری باشه؟ دو روز پیش عروس بودم، الان دکترم. این حرفا رو ول کنین، ببینین حال بابا چقدر بهتر شده ماشالله. خدا رو شکر معلومه که بهتره. تو هم با این مریضیت ما رو کشتی. هدف چی بود ها؟ غذای پتختی رو تنها بخوری؟ نمیخواستی به مهمونا بدی؟ رباب تو یه کاری بکن، راننده پایین واسطه، برو خونه یکم استراحت کن، یکم هم به خودت برس، همه دارن میان ببیننت. آها باشه، شما میگین دیگه میرم. زینب. بله. تو هم با رباب برو. ایوا چرا؟ تازه اومده. همین که گفتم، اینجا نیازی به زینب نیست، باید پیش رباب باشه. بیشتر وقتشو همه این موضوع بگذرونه. این تفلی هم خیلی خسته شده. برا دخترم. برای چی نمیگین میخواین با مامان تنها باشین؟ ما هم خودمون میریم. تو دیگه برو. زنده باشی دخترم، سفید بخت بشی. همیشه این حسو به هم میدی که برای پسرم یه دختر خیلی خوب و مهربون و عاقل انتخاب کردم. دخترم یه دختر عاقل. خوشحالم که توی خانواده من اومدی. شما استراحت کنی، من بازم میام. الان بهتری؟ خدا رو شکر. خدا رو شکر حال بابا الان خیلی بهتره. حالا تو به خاطر این ناراحتی یا مشکل دیگه ایه؟ نمیدونم باید ازت بپرسم یا نپرسم. یه سری از سوالا خیلی آزاردهندن، جوابشونم بدتر. برای همین بهتره همونی که میپرسه ساکت باشه، همونی که جواب میده. ولی یه سری از سوالات هم اینطوری هن که نمیشه جوابشونو نداد. از من خوشت نمیاد زینال؟ یا یکی دیگر رو دوست داری؟ یا مسئله دیگه یه؟ خیلی به من بی‌محلی میکنی. بابات همش از چیزایی که توی من خوشش میاد میگه، ولی خودت هیچ وقت نگفتی که تو هم ازم خوشت میاد. حس میکنم به زور با هم ازدواج کردی. لطفاً رباب،
من خیلی حالم بده، اعصابم بدجور به هم ریخته است، حس میکنم مغزم داره میترکه. ببخشید اگه با حرفام یه وقت ناراحتت کردم. حالا عذرخواهی جبرانم داره؟ آره داره، سعی میکنم که خیلی زود برات جبران کنم، ولی باید یه ذره منتظر باشی. امیدوارم دوباره از دستم ناراحت نشی. خیلی ممنونم، من ازت هیچ گله‌ای ندارم، انسانم دیگه و یک زن. چیزی رو که حس کردم بهت گفتم. نه خوب کردی که حرفتو بهم زدی. آره بابا، ته خنده بود. اون روزم اونقدر خورده بودم داشتم میترکیدم، بعد اونجا واستاده بودم دیدم یکی از دور واستاده ماتش برده به من. خیلی باحال بود. زینل، منتظرت بودم. چطوری؟ من خوبم. سلام زنددش. علیک سلام. برای چی اومد اینجا؟ گفتم بیام حال عمو رو بپرسم. بابام بیمارستانه، میخوای ببینیش برو بیمارستان. شما بفرمایین بشینین. راستش زینال به خاطر بابا خیلی به هم ریخته است. اب نداره، من و زینال از بچگی دوستیم، خودم میدونم پشت سر هر رفتارش چه دلیلی هست. کلن زیاد با هم کل داریم، عیبی نداره، خوبه. بفرمایین. سرایا بی زحمت برای زینال چای ببر، برای منم درست کن، خیلی خسته شدم. باشه، شما بشین، من الان میرم چای میارم. خب چه خبر بود؟ خدا رو شکر. زن داداش، یادم رفت، نیایش اومده. نیایش؟ کجاست؟ کی اومده؟ چند لحظه پیش اومد، گفت منتظرتون میمونه، تو اتاقتون نشسته. باشه، ببخشید. باشه، مشکلی نیست. الان میام، برم چای بیارم. ممنونه. اگه از این قسمت خوشتون اومد، برای دوستاتون هم بفرستید.